سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که هر جا هستید حالتون عالی باشه. این دسر زعفرونی واقعا طعم بی‌نظیری داره، هم خیلی آسونه، هم مجلسیه و هم در عرض نیم ساعت میتونید آمادش کنید. بریم تا با هم درستش کنیم. در ابتدا نصف پیمان آب سرد رو داخل یک کاسه بریزید و پودر ژلاتین رو روی اون بپاشید و یک کمی هم بزنید تا حالت اسفنجی بشه. وقتی که به حالت اسفنجی در اومد، روی بخار کتری قرار بدید و به روش بماری ژلاتین رو ذوب کنید. میتونید به مدت 30 ثانیه هم توی مایکروویو قرار بدید و ژلاتین رو ذوب کنید. راستی مقدار دقیق مواد اولیه رو در قسمت توضیحات براتون مینویسم تا بتونید به راحتی اسکرین بگیرید و همیشه داشته باشید. یه ظرف رو روی حرارت قرار میدیم و شیر رو به همراه شکر، گلاب و زعفرون دم شده غلیظ توی اون میریزیم و اجازه میدیم شیر داغ بشه و شکر حل بشه. نیازی نیست که شیر بجوشه، همین که شکر حل شد کافی هست و از روی حرارت برمیداریم. حالا پودر ژلاتین رو که از قبل آماده کردیم اضافه کنید. در آخر هم خامه رو می‌ریزیم. ابتدا مقداری از مایه دسر رو روی خامه بریزید و هم بزنید تا خامه از حالت لختگی خارج بشه و یک کمی هم رقیق‌تر بشه. بعد به همه مواد دسر اضافه کنید. اینجوری دیگه خامه توی مایه دسرمون گلوله گلوله نمیشه. وقتی که همه مواد رو اینجوری با هم مخلوط کردید به خوبی هم بزنید تا یک ترکیب یک نواخت و یک دستی به دست بیاد. قالب مد نظرمون رو انتخاب می‌کنیم و کف و دیواره‌های اون رو به خوبی با کمک روغن چرب می‌کنیم و روغن اضافی اون رو با کمک دستمال کاغذی می‌گیریم. مایه دسرمون رو توی قالب می‌ریزیم و به مدت 5-6 ساعت درون یخچال می‌ذاریم تا کاملا سفت بشه و خودش رو بگیره. خوشحال میشم اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید، این ویدیو رو لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید. بفرمایید این هم از دسر خوشمزه ما که آماده شد. برای بیرون آوردن دسر از قالب، ابتدا اطراف اون رو با کمک یک چاقو جدا کنید و بعد با کمک دست این دسر رو به طرف مرکز بکشید تا کاملا از دیواره ها و قالب جدا بشه. وقتی که مطمئن شدی کاملا از قالب جدا شده، روی ظرف سرو برگردونید. در آخر هم میتونید با کمک خلال پسته مثل من تزیین کنید. امیدوارم که این ویدیو رو مثل بقیه ویدیوهای دیگه دوست داشته باشید. حتما نظرات خودتون رو درباره این ویدیو برام کامنت کنید. خدا نگهدار.